تا آرش میره بیاد من یه نکته خیلی کوچیک بگم. این قسمت مالی که الان بحثش شد، حداقل من اون سمت کیوان اصلا نمیدونم، حداقل سمت اروپا شما هر جایی که میخوان اقدام کنین یه کف حقوقی برای خودتون در نظر بگیرید، بعد یه حقوق ایدئال در نظر بگیرید و یک بازه در نظر بگیرید که شما این بازه رو به شرکت بگید. و از همه اینا مهمتر اینه که ما ایرانی ها ناخداگاه تو خونمونه که چونه بزنیم. من تا نمیدونم چرا وقتی وارد شغل که میشه اینو یادمون میره، آقا چونه بزنید. برای تقریبا همه کارتون میتونید چونه بزنید. اینکه چه جوری چونه بزنید مهارته، بعد به دست بیارید. اینکه تا چه حد میشه این چونه زدن رو افزایش داد مهمه. الان شرکت وجود داره، حالا من خواستین لینکشو میفرستم، شرکتی وجود داره که به شما مهارت چونه زدن رو یاد میده و تضمین کرده تا 10,000 دلار یا یورو افزایش میده بیس حقوقیتون رو. این خیلی مهمه که چونه بزنید، اینو یادتون نره. هر حقوقی که به شما پیشنهاد داده میشه، هر اصطلاحاً هر پکیج قراردادی که به شما پیشنهاد میشه جای چونه زدن داره. و نگران اینم نباشید که اگه چونه بزنید نمیخوانتون، نه این اصلا این قضیه اتفاق نخواهد افتاد. حداقل اونقدی که من تحقیق کردم که اصلا کم نیست و از دیگران که شنیدم هیچ کی تا حالا به خاطر چونه زدن پرت نشده بیرون از دوره مصاحبه ها. مرسی سید جان بابت توضیح تکمیلی. یه سوالی هم که اینجا هستش، حالا اگه ممکنه در مورد تاثیر زبان توی محیط کار صحبت کنین، تکنیکالی صحبت کردن و تیم ورک. حالا صحبت کردیم ولی اگه نکته‌ای، حالا اگه چیزی دارید که می‌خواید اضافه کنید می‌تونید بگید. چند تا سوال پایین ترم راجع به این قضیه پرسیدن. یه نکته بگم، از زبان نترسید، اما این نباشه که حتما بگید من باید آیلتس داشته باشم، تافل داشته باشم یا سطح خیلی بالایی از زبان داشته باشم. نه، دوستان خود من بودن که با یک ماه زبان خوندن از صفر تا نقطه که نیازشون بوده برطرف شده و یه کار پیدا کردن و دارن کار میکنن. اما اینکه وقتی به اونجا میرسید، اونجا دیگه ممکنه اذیت بشید و احتمال زیادم میشید اگه زبانتون نتونه کارتون رو راه بندازه. یکی مثل من میگه که من زبان دوست دارم و باید بتونم خوب برسونم و صحبت کنم، برای همین رو زبان خیلی کار میکنه. یکی میگه نه، من همینقدر که مثلا حرف بزنم اصلا برام مهم نیست، من مهم این که فقط بگم اینه قضیه، مفهوممو برسونم برام کافیه. بدونید تو کدوم دسته قرار دارید و با توجه به اون برید زبان یاد بگیرید. وگرنه هستن از همکارای من تو شرکت که زبان قوی ندارن، حتی ممکنه جمله رم جابجا بگن، ولی خب تو اون شرکت هم چون ارزش های دیگه دارن به شرکت اضافه میکنن. آرش تو اگه نکته داری؟ نه فکر میکنم که خیلی خوب و کامل. کیوان تو چی؟ تو چون که اونجا اصلا کلا داستان فرق میکنه زبان ژاپنی؟ حالا زبان ژاپنی که به کنار یکم سخت‌تره، معمولا تیم ها یا خیلی انتظار ژاپنی انتظار میره وقتی شما بلد باشید عضو شرکتی بشید، استارتاپ باشه، حداقل اینه که بتونید خوب صحبت کنید در حد بیزینس لول. اگه شرکت حالا استارتاپی نباشه انتظار میره که مدرک انتو داشته باشید، بتونید حتی ژاپنی خوب بنویسید، چون صحبت کردن یه بخشه، نوشتن یه بخش خیلی سخته. ولی تو شرکت حالا اینترنشنال مثل شرکت خودمون مینیمم اینه که بتونید ارتباط مؤثر برقرار کنید. لازم نیست فلوئنت باشید، یه چیزی که خیلی هول میشن، حتما لازم نیست فلوئنت باشید، اینکه ارتباط بگیرید کافیه. ولی زبان میتونه محدودیتی باشه برای پوزیشن های بالاتری، مثلا تک لید یا سینیور دیولپر ها یا حالا آرکیتکت و باقی قضایا. اینه که شنیدنتون خوب باشه تا یه حدی پیشرفت میکنید، ولی صحبت کردنتون باید حتما خوب باشه که از یه حدی بتونید بالاتر برید. یه چیزی هم سوالی هم که پرسیدن در مورد امنیت شغلیه، حالا اگه کیوان تو نظری اول داری صحبت کن راجع بهش، بعد میریم سراغ آرش و سید. این هم همونی که سید گفت، تقریبا اینجا وقتی که استخدام میشید دیگه امکان اخراجتون رو ندارن، یه چیزی دارن به نام سشاین، یعنی کارمندی برای کل لایف تایم، و اینطوریه که استخدام میشید و تا زمانی که زنده اید استخدام اون شرکت هستید. من اینکه حالا یک اتفاق خاصی بیفته که یک دعوای رخ بده لا اخراجتون کنه. سید هم فکر کنم توضیحاتت کامل بود، اگه نکته چیزی داری سید میتونی بگی که اضافه بچا بشنوه. نه ممنون، من فکر میکنم کلا توضیح دادم دیگه، چیز اضافه‌ای ندارم. مرسی. آرش تو نظری نداری؟
من چیزی که سید گفت خیلی مشابه سوئده، یعنی شباهت های زیادی با هم داره. سوال بعدی راجع به میزان حقوقی که فکر کنم آرش راجع بهش صحبت کرد و گفتش که چون که درآمد برنامه‌نویسان نسبتا متوسط به بالا هستش، اگه این توضیح دوستان حالا اگه می‌خواید بگین که بشنون، اگه نه که بریم سوال بعدی. آرش تو اول اگه می‌خوای صحبت کنی. توضیحات آرش کافی بود. آره فکر کنم آره توضیحات آرش کافی. سوال بعدی این که تو دوران کرونا میشه جاب آفر گرفت؟ آرش تو بگو. آره ما کم شده، را به شکل محسوسی کمتر شده و الان یه خورده داره درست میشه بعد از چند ماه، اما ما یه برنامه نویس داشتیم که از ایران اومد سوئد، یعنی نمیدونم با چه تایتلی اومد ولی یه خانم ایرانی بود که اومد سوئد و الان هم چه داره کار میکنه. آره میشه ولی سخت‌تر شده یک کم. کیوان تو چی؟ خیلی سخت شده مخصوصا ژاپن که مرز، یعنی تقریبا یک ماه قبل کریسمس بود که تازه ویزه کاری باز شد، الان عملا ویزه کاری باز هست ولی دوباره دولت ژاپن بسته ایشو کردن ویزاهای جدید و اینه که یکم اومدن سخت شده، یالا دوچار مشکل شده، به تعویق افتاده ولی نشد نداره. واقعیت اینه که خیلی از شرکت ها دنبال نیرو هستن و به خاطر کرونا نتونستن نیروهایی که باید رو جذب کنن، اینه که اگه نیروی خوبی ببینن حتما سعی میکنن استخدامش کنن. سید تو چی نظری داری؟ من فکر می‌کنم آلمان جزو تنها کشورهای تو اروپا بود که تقریبا روند مصاحبهش آسیب زیادی ندید، همچنان دارن نیرو میگیرن، خیلی هم دارن میگیرن، ولی نمیدونم روند ویزاش چجوریه، چون شنیدم که یه مدت کوتاهی سفارت آلمان تو ایران بسته شد که این خب تاثیر میذاره طبیعتا، اما میدونم آلمان خیلی نیرو میخواد الان، همین الان که حتی کرونا داره فشار میاره بس میگیرن. یه سوال دیگه هم که حالا پرسیدن، رفتار مردم و کارمنده با ایرانی چطور است؟ میخوای سید از تو شروع کنیم که آخر جواب بدی. ببینید توی شهری دارم زندگی میکنم که خیلی اینترنشناله، مردم زیادی توش هستن، اما همین شهر برلین به گفته خودشون، من نرفتم، به گفته خودشون شرق برلین برید اذیت میشید، نه فقط ما ایرانی ها بلکه آدمای دیگه هم اذیت میشن، به خاطر حالا نگیم اینجا بهتره ولی به خاطر تیپ شخصیتی که اون قسمت از شهر دارن زندگی میکنن. شهرهای دیگه آلمان هم من به گوشم خورده که مردم اذیت شدن، ولی میگم این قسمت، این برلینی که ما هستیم اذیت نشدم تا حالا، ندیدم کسی اذیت بشه، تو شرکتم که تقریبا آلمانی نمیبینم که کسی بخواد کسی رو اذیت کنه، برای همین من فکر نمیکنم مشکل آنچنانی داشته باشیم مگر حالا شرایط خیلی خاص دیگه. آرش تو چی چیزی رو نکته‌ای داری اضافه کنی؟ من تو این 4 سال همیشه رفتار با احترام و خوب دیدم، همه تو همه کشورها همه جور آدمی هست، تو همه شهرها همه جور آدمی هست، اما من خیلی خوشحالم چون هیچ وقت رفتار بدی از کسی ندیدم و نشیدم که به خاطر ملیتش کسی مشکلی براش پیش اومده باشه اینجا، ولی حتما آدم های نجات پرست جای مختلف دنیا هست. هر اون که هستش همه جا. که وان تو چی؟ توی ژاپن رفتار چطوره؟ نه رفتار واقعیتا که رفتار بدی ندیدم و نکته جالب اینه که خیلی اصلا نمیدونن که من ایرانی هستم، اینه که اصلا کسی اهمیتی نمیده، تنها شاید به جز چند نفر اصلا کسی نپرسیده اهل کجا هستی از کجا آمده. حالا یه سوال دیگه هم که اینجا هستش، نحوه اپلای کاری رو بگید که بهترین حالتی که افکتیو باشه چی هستش؟ فکر کنم راجبی صحبت کردیم، حالا اگه کسی میخواد توضیح یا صحبتی کنه که بذار من یه سال قبل از که سال بعدی بپرسم، موضوع همینه، چند درصد از نیروهایی که اونجا دارن کار میکنن مال همون کشورن تو شرکت های شما یا کلا توی اون کشور؟ ژاپن بخوام بگم 0%، ما اینجا هیچ نیروی مهندس ژاپنی توی تیممون نداریم حداقل. ما شاید 40-50% مال سوئدن. برای ما تیم فنی فکر نمی کنم باشه، اگه هم باشن انگوش شمارن، ولی تو شرکت 4-5 هزار نفری تیمای دیگه چرا بیشترن توشون، ولی در کل آلمانی پیدا نمیشه، نه فقط تو شرکت، تو برلین هم سخت پیدا میشه. آره این هم سال بعدیه. حالا اوکی شرکت که اینجوری گفتید کمه، تو کشورتون چی؟ اون شهری که دارید زندگی میکنین هم انقدر کمه مال همون کشور؟ بهتر بگم کم که نه، نیروهای خارجی چقدر زیادن؟ چون قدر خوبی شهر هم دیگه نیتیو هم اونجا.
شما توی آلمان اگه توی برلین اگه را برید فارسی صحبت کنید، حتما کارتون سریعتر از این را میفته که آلمانی صحبت کنید. و بعد از آلمانی ترکیه. ترکیه به خاطر فکر میکنم بیشترین جمعیت مهاجر تو آلمان ده. شما اگه ترکی بلدین اصلا نمیخواد آلمانی هم یاد بگیرید، حتما میتونید نیتیو با اینا صحبت کنید، هیچ مشکلی ندارید. اینجا کاملا برعکس، کلا خارجی عادتی که دارن میان و فرار میکنن اینه که حتی تو دوران کرونا هم خیلی از کسانی که اینجا مشغول به کار بودن برگشتن به کشورهاشون و نیست واقعیتا. حتی انگلیسی هم صحبت کنید کارتون راه نمیفته، حتما باید ژاپنی صحبت کنید. خیلی تعداد کم خارجی هستن و دو دسته میشن، اکثر معلمین زبان و کسانی که تو فیلد آیتی کار میکنن. تو سوئد خارجی میبینید؟ خیلی زیاد نیستم، چون سوئد جدیدن ورود کرده به این حوزه که مثلا مهاجر از خارج زیاد بگیره. شاید مثلا توی 10 سال اخیر این زیاد شده به نسبت تا مثلا شاید تاریخ آلمان رو نگاه کنید خیلی بیشتر مهاجر پذیرتر بوده تا سوئد. ولی اینجا هم ایرانی نسبتا زیاده. ما یه چند سال داخل استکهلم توی شهر استکهلم زندگی میکنیم که شهر کوچیکیه خودش. اونجا مثلا ما اقلیت بودیم از لحاظ خارجی بودن. یه مدت اومدیم بیرون استکهلم، الان اینجا بیرون استکهلم مثلا خارجی خیلی بیشتر میبینید، تا شاید برابریم نصف نصفیم. شاید اون موقعی که داخل استکهلم بودیم مثلا 90% سعودی 10% خارجی بود. بسیار عالی. سوال بعدی این که چند بار رزومه فرستادین و چند بار محاسبه انجام دادن تا به جاب آفر رسید؟ کلا چند ماه طول کشید تا کشور مقصد لند کنه؟ فکر کنم اینو آرش توی اون مصاحبهش با بهتاد کامل توضیح داده باشه. اگه نکته‌ای داری بریم سراغ. حالا سید هم تو بلاگش گفته و اگه کیوان نظری داری و صحبتی داری میتونی بهش بگی. من فکر کنم یه رسوم برای هلند فرستاده بودم. دو تا مصاحبه از ژاپن برام سد شد که یه دونش رو انجام ندادم، مشکل واسم پیش اومد و یه مصاحبه انجام دادم و همون مصاحبه هم به جواب فرستادم. کلن هم از شروع مصاحبه تا ورودم به خاک ژاپن تقریبا 1 ماه 2 ماه طول کشید. خب اسد هستش؟ فکر کنم رفت دوباره. اوکی، پرسیدن از لحاظ فرهنگی چه کاراکتر شخصیتی براشون جذابه؟ آرش نظر خاصی داریم؟ از لحاظ ببخش من هی بین چنل ها سویچ میکنم، الان دارم نگاه میکنم اینه مثلا این سوال چیه؟ سوالی بود از لحاظ فرهنگی چه کاراکتری براشون جذابه؟ سوال کلیه. من راستش رو بهتون بگم اصلا احساس نمی کنم که آدم خوبی هم برای اینکه با این سوال جواب بدم، چون من کاملا آدم تکنیکالی هم توی شرکت. آدم بیاری من جوابی که بگم آدم مثلا راحت بشه باشون صحبت کرد، بتونی راحت باشون حرف بزنی، بد اخلاق نباشه و اینها، ولی شاید یه نفری که مثلا حالت منیجر طور داره کارش خیلی بهتر بتونه این سوال جواب بده. من نمیتونم جواب درست بدم. مهربون باشه، خوش اخلاق باشه، راحت بتونه انگلیسی صحبت بکنه. میکروفون رو پاس میدم به کیوان. اینجا میتونم بگم زبان شخصیتی بین همه مردم جهان. لبخند بزنید، مؤدبانه صحبت کنید و لحن خوبی داشته باشید، همه با روی خوش بهتون جواب خواهند داد. منم چیزی واقعا برای اضافه کردن ندارم، همینه که دوستان گفتن خیلی عالی. اوکی، پرسیدن در مورد مالیت هم بگید، مالیات فکر کنم بوده که توضیح دادیم. بعد اینه که های اسکیل اگه باشید معاف نمیشید مثل نیدرلند. من منظور سوال متوجه نمیشم از چی، حالا خدا میدونه. مالیات زجر برای کسانی که متأهل و بچه دار هستن واسه گرفتن ویزا واسه بچه و همسر چه اتفاقی میفته؟ میشه سوال بعدی نباشه.
آرش میتونی شروع کنی. بچه ها من باید برم، نمیتونم بیشتر از این آنلاین بمونم. فقط آره باشه، من فقط تنها سوالی که شاید من جواب داده بودم بود که اگه شما بخواید برگردید ایران یا پول کلا ببرید ایران با ارز دیجیتال چی، مثلا با بیت کوین و اینها، احتمال میشه این کارو کرد، منتها اگر رقمش زیاد بشه به احتمال زیاد شما تحت نظارت قرار خواهید گرفت. یعنی مثلا اینکه شما مثلا 500 دلار 1000 دلار بیت کوین بکنید ببرید ایران یه چیزه، اینکه مثلا بخواید 50000 دلار رو این کارو بکنید احتمالاً ازتون سوال بشه، اصلا ممکنه پولتون بلوک بشه قبل از اینکه بتونید این ترانزکشن انجام بده، بپرسن آقا داستان چیه، این پول رو چرا داری، یعنی ازتون سوال بخوان سورس پول رو بخوان کجا داره میره کجا میخواد استفاده بشه. نمیگم نشدنیه، اما وارد یه حوزه‌ای میشید که به اصطلاح انگلیسی بهش میگن گری ایریا دیگه، یعنی یه خورده بستگی داره بشه نشه ممکنه. من نمیدونم که جواب با خوبی ندارم برای امتحان. ویزای کار هم توی سوئد شما بگیرید به همسرتون هم تعلق داده میشه، یعنی همسرتون هم بیاد سوئد میتونه کار بکنه. این دو تا سوالیه که من فکر میکنم میتونم جواب بدم. مرسی، ممنون آرش. خیلی خوشحال شدم بچه‌ها، امیدوارم موفق باشید. اگه کاری کمک چیزی بود میتونید به خودم هم پیغام بدید تا جایی که بتونم کمک کنم. موفق باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. ارادت خدا حافظ.